سلام و درود به تمامی همراهان لذت داستان من شهرزاد هستم و اینجا هر شب براتون یه اوسنه میخونم امشب میخوام یه داستان جذاب و شنیدنی رو براتون بخونم داستان علی بونگیر یه تاجری بود خیلی متشخص خیلی زن میگرفت هر زنی رو که میگرفت یک هفته بیشتر نگه نمیداشت بهانه میگرفت ازش مثلا اگر اتاق و جارو کرده بود میگفت چرا جارو کردی؟ من نمیخواستم اتاق منو جارو کنی طلاقش میداد یکی دیگر رو میگرفت میگفت امشب شام چی دارم؟ زن میگفت خورشت قیمه میگفت چرا فسنجون درست نکردی؟ طلاقش میداد یکی دیگر رو میگرفت یه ده روز که میگذشت میگفت تو چرا شب بزک نکردی؟ طلاقش میداد یکی دیگر رو میگرفت زنها گوش به گوش به هم میرسونن زن بعدی بزک میکرد شب میومد بهانه میگرفت میگفت کی به تو گفت بزک بکنی؟ بیا برو من زن دائم البزک نمیخوام یه دختر اسفهانی پیدا شد گفت منو بدید به علی بونگیر مردم گفتند میخوایی چه کنی؟ تو رو یه هفته بیشتر نگه نمیداره طلاقت میده اون وقت اسم یه شوهر سرت میمونه گفت شما بدید بذارید منو طلاق بده گفتن باشه علی بونگیر که به دلاله سپرده بود برای من زن بگیر دلاله بهش گفت یه زن خوب برات پیدا کردم گفت باشه اومد و عقد کردن دختر اصفهانی رو دادن بهش زن اسفهانی سه روز گذشت از روز چهارم اتاق جارو می کرد نصفش رو جارو می کرد نصفش رو یه وره صورتش رو بزک می کرد یه ور رو نمی کرد علی بونگیر از در میومد. میگفت، می, می گفت پدر سوخته کی به تو گفت اتاق و جارو کنی؟ من نمی خواستم جارو کرده بشه فوری زن می گفت یعنی چی؟ جارو نکرده میخوای اون نصف اتاق جارو نکرده است تو اون ور بشین من این ور میشینم من سهم خودم رو جارو کردم سهم تو رو جارو نکردم اگه فردا میومد بهونه میگرفت چرا جارو نکردی؟ میگفت این دست بالا رو جارو کردم دست پایین رو جارو نکردم مال من تو تو این جارو کرده بشین من تو این جارو نکرده هر شبم که خورش میخواست درست کنه دو رنگ سه رنگ چلو درست میکرد. علی بونگی شب میومد میگفت شام چی داری؟ میگفت خورشت قیمه. میگفت ای بابا من خورشت فسنجون میخواستم. دختر زرنگ میگفت فسنجونم درست کردم. فسنجون مال تو قیمه مال من. اگه میومد بهونه میگرفت که چرا یه ور صورتتو بزک کردی دختر می گفت خب بزک کرده دوست داری یا بزک نکرده؟ می گفت نه من بزک نکرده دوست دارم. دختر می گفت خب این وری ای که بزک نکرده مال تو این ور بزک کرده مال من. اگه می گفت بزک کرده خوبه؟ دختر می گفت خب این ور بزک کرده مال تو بزک نکرده مال من. خلاصه تمام مردم مونده بودن فکری که علی بونگیر چطور شده که این زن شش ماه هست که تو خونه شه. علی بونگیر فکر کرد و گفت من که هیچ جوری نمیتونم از این بهونه بگیرم طلاقش بدم. یه مهمونی بگیرم یه بهانه از این بگیرم اینو طلاقش بدم. اومد و به زن گفت روز جمعه تجار بازار مهمان منند ناهار تهیه کن. زن گفت بسیار خوب حالا در این مابین هم هی به شوهره میگه علی به نظرم تو آبستن شدی علی بونگیر میگفت زن مگه مردم آبستن میشه؟ دختر میگفت قدرت خدا وقتی بخواد بله مگه حضرت مریم که خدا خواست بی شوهر آبستن بشه چطور بود؟ حالا خدا وقتی بخواد تو هم آبستن میشی روز مهمانی زن اون جور که خوراکی در دنیا بود درست کرد. چیزی خالی نگذاشت که علی بونگیر بهانه بگیره. بگه چرا درست نکردی؟ رفت یه بشقاب که سافت گذاشت توش یه سرپوش هم گذاشت روش. اونم گذاشت کنار سفره. علی بونگیر اومد خونه گفت نهار تهیه کردی؟ گفت بله هم چیدم. علی بونگیر اومد گفت خورشت قیمه؟ گفت اونها گفت فسنجون؟ گفت اونها گفت قرم سبزی؟ گفت اونها گفت خورشت کدو؟ گفت اونها گفت پلو؟ گفت اونها گفت شیرین پلو؟ گفت اونها اونچه چه بهونه گرفت؟ گفت هرچی بهونه گرفت زن گفت اونها تو سفره است حالا علی بونگیر خبر از علم زن دیگه نداره گفت عجبا من مثل تو زن نمیخوام من یه بشقاب کسافت میخواستم دختر یه نگاه پر اشبهی کرد و گفت سرپوش و وردار اونم مال تو ببینم دیگه چه بهونه ای میتونی بگیری علی دید دیگه بهونه نداره اون بشقاب سرپوش از سر سفره برداشت به مهمونا گفت بیاین علی بونگیر مهمونی به پا کرد گفت که شاید بتونه از زن یه بهونه بگیره طلاقش بده دید نشد زن یه خواهر خونده ای داشت آبستن بود به خواهرش گفت خواهر وقتی که دردته میخوای بزای منو خبر کن صد تومن بهت میدم یه روز و یه شب اون بچه تو با و خونش بده به من از این طرف هم هی به شوهره میگفت داره شکمت میاد بالا فردا پس فرداست که دیگه بزای نه ماه تمومه خواهر خونده یه زن خبر کرد که من دردمه نهارین برای علی یه آش آلوچه مفصل درست کرد آلی نه که آش ترش بود مزه کرد خیلی خورد یه دو ساعتی که گذشت گفت زن دلم درد میکنه زن گفت دردته میخوای بزای الان میفرستم پی قابله فرستاد پی قابله به قابله حالی کرد که بگو آره دردته میخوای بزای خاک خشت درست کرد علی رو برد سر خشت از این طرف علی دلش درد میکرد دست گذاشت به خرابی از اون طرف هم زاو بچه رو زاون با جفت و مفت داد به این تو حیات اینا بچه رو گذاشتن زیر پای علی علی یه وقت بعد از خرابی که کرده بود دید صدای علنگی ولنگ بچه است فوری زنش علی رو از رو خشت بلند کرد گفت مبارک باشه به سلامتی پسرم زاییدی علی رو برد تو جا خوابون بچه قنداق کردند پهلوی علی خوابوندن این خبر توی بازار پیچید که علی بونگیر زاییده فردا عده تجار همه یهو ریختن تو خونش بنا کردن علی رو مسخره کردن که مرد خجالت نمیکشی تو رختخواب خواب خوابیدی زاییدی زنو میگن زاییده اما مرد که آبستن نمیشه مرد تا دیگه روت میشه که بیای تو بازار بشینی تمام بچه های بازار مسخرت می کنند. علی بلند شد. لباساش رو پوشید کاغذی نوشت. گذاشت که اون چه که دارم و ندارم وکیل وسیع من زنمه. که من رو عاقبت بیابون مرگ کرد. علی مشت پولی گذاشت جیبش و فرار کرد. پونزده سال نیومد رو به این شهر. بعد از پونزده سال گفت برم ببینم این زن هست خودش آبستن بوده یا این بچه ای که واداشت من زاییدم بچهی من بوده اومد همچی که نزدیک شهر رسید دید این بچه ها نشستن دارن صحبت میکنند اسم سالهاشونو میارند یکیشون در اومد گفت من همسال بچهی علی بونگیرم اون سالی که علی بونگیر زایید ننم منو زاوند علی گفت نه هنوز حرف من میون مردمه از همین راهی که اومدم برگردم من از این مال و گنج و دارایی گذشتم با خودش گفت در جهان فیل مست بسیاره دست بالای دست بسیاره من اون زنهای بیچاره رو بیخود و بی جهت آواره می کردم. تقاس اونها رو این یه زن از سر من کشید و من رو بیچاره کرد داستان بعدی که میخوام براتون بخونم اسمش هست حسین قلی چوبان که به مقام ملک و تجار رسید یه پسری بود چوبان یه دونه گاف داشت با یه مادر پیر روز گوسفند های مردم و با اون گاو خودش می آورد شب میرفت خونش از شیر گاو مادر و پسر معاش می کردند. یه روزی یکی رسید بهش گفت حسین قلی گفت بله گفت من یه خوابی برای تو دیدم تو مشتلق اونو بده به من تا من برات بگم گفت چی بهت مشتلق بدم مرد گفت یه گاو حسین قلی گفت این چه خوابیه که من یه گاو مشتلق بدم مرد گفت اون خوابی که من برات دیدم اندازه یک گاو میارزه. خوابای منم امتحان کرده است. اون مقامیم که من برات تو خواب دیدم قد یک گاو میارزه. گفت خیلی خوب. ما که چیزی نداریم. این گاو و مشتلق مال تو. حسین قلی گفت خوب. حالا بگو ببینم چه خواب دیدی؟ مرد گفت من خواب دیدم که تو پسر شاه شدی و دختر ملک و تجار این شهر رو گرفتی حسین قالی گفت خب اگه من به این مقام نرسیدم تکلیف من با این گاوی که تو گرفتی چیه؟ مرد گفت یه سال مهلت. اگه به این مقام رسیدی که هیچی مجدگانی مو گرفتم اگر نرسیدی سر یه سال گاوت هم زاییده با گوسالش پست میدم حسین قلی گفت خیلی خوب گاو رو مرد برداشت و رفت حسین قلی اصری گوسفند های مردم رو برد تو خونه هاشون کرد خودش دیگه جرأت نکرد پیش مادرش بره گفت ننم پدرم و در میاره میگه گاو و دادی به مردم مشتلق خواب برات دیدن این همین جور که دم قلعه وایستاده بود که خدایا چیکار چی کار کنم پیش کی برم جا ندارم از ترس ننم خونه نمیتونم برم بیگاو هوام سرده چه خاک به سرم بریزم هوام گرم نیست که تو بیابون بخوابم حالا فرض بگیر برم سر تون همون بخوابم چی بخورم یه وقتی یه قافل تاجر داره میاد رسیدند به این گفتند پسر یه نوکر سراغ نداری؟ گفت چرا؟ گفتن کجاست؟ گفت اگر بخواین خودمم گفتن تو اهل کجایی؟ حسین قلی گفت اهل همین قلعه پرسیدن کارت چیه؟ گفت چوبانی تاجر گفت خب پس ورش داریم بریم اگه دیدیم خوب کار کرد توی شهر که هیچی اگه نمیذاریم توی ده سر گله هامون آقا حسین قالی را برداشتن بردند وارد شدن به منزلشون خوشحال و خرم و خندون گفتند این کچله مال کجاست؟ را گفتند هیچی مال قلعه فیروزآباده اووردیم اهل خونه گفتند آخه این سرش کچله به چه درد میخوره؟ حاجی آقا گفت دوا میزنیم چاق میشه اگه خوب نوکری کرد که همین جاست اگه نه میفرستیمش توی ده سر گله ها پسر رو فرستادن تمام یک دست لباس براش خریدند از حمام آوردنش بیرون زن نگاهی کرد و گفت والا بد نیست اگر سرش خوب بشه سر و شکل و هیکلش عیبی نداره برای نوکری حاجی آقا گفت بله من قیافش رو که دیدم فهمیدم که پسر زرنگیه اون شب به حساب راه نماییش کردن که مطبخ کجاست انبار کجاست و خونه کجاست پسرم از اون زرنگا بود سهر جارو رو ورداش رفت در کوچه رو حیات و آب و جارو کرد صبح حاجی آقا که از اتاق اومد بیرون گفت به به حیات کی همچین آب و جارو کرده؟ گفتند حسین قلی حاجی آقا رو کرد به خانوم گفت خانوم ببین دیدی گفتم پسر زرنگیز دو تا نوکر داریم دو تا کلفت داریم حیاتمون هر روز مثل طویل است امروز بره خرید بکنه در حجره نهار ببره حسین قلی وقتایی که بیکار بود توی آشپس خونه دم دست آشپز میپلکید سبزی پاک می کرد براش ظرف می کمکش می کرد. این از زرنگی خودش کم کم جای خودش رو همچین وا کرد که حاجی آقا همش می اومد می حسین قلی زن حاجی می حسین قلی دختر حاجی می حسین قلی اینها به کمال دقت دوا زدن به سر این سرش رو چاق کردن زلفا در اومد یه چهار ابروی خیلی قشنگی شد. لباسم که حاجی آقا برای این میخرید لباسای خیلی قشنگ. برای این که این تو بازار میومد و میرفت کسی نفهمید که این نوکر حاجیه یا پسر حاجی. دختر این حاجی عقد کرده یه پسر وزیر شاه بود. عید نوروزی شو پسر وزیر از برای دختر یه مدال با یه جعبه شیرینی با یه گلدون گل عیدی داد برای دختر بردند دخترم در عوض یه عیدی باید به اون بده یه تنپوش براش تهیه کرده بود ترمه کشمیری مرواری دوزی یه قبای قدک آبی هم برای یه پسره گرفته بود که عیدی بهش بده دختر اومد قبای قدک رو توی بخچه مرواری دوزی گذاشت و اون تنپوشی که برای وزیر تهیه دیده بود توی بخچه کرباسی گذاشت. سر این بخچه ها رو سوزن زد. پسر رو صدا کرد و گفت این بخچه کرباسی توش برات یه قبا گذاشتم. قایمش میکنی شب عروسی من تنت میکنی. این بخچرم ببر برای پسر وزیر. پسر گفت سمعن و تاعتن. دختر رو برداشت برد برای پسر وزیر گفت اون دختر برای پسر عیدی داده ببینم چی چیه وقتی نگاه کردن دیدن یه قبای قدکه توی بخچه مرواری دوزی گذاشتند بنا کردن به خندیدن گفتن دختر حاجی سر مزاحش گرفته پسر وزیر به حسین قلی گفت خب این عیدی که برای من آوردی میدم به خودت بردار برو به خانوم بگو دست شما درد نکنه به ما رسید چند روزی از این مقدمه گذشت خبر کردن که میخوای ما عروس رو ببریم شب عروسی گفتند کی آینه جلوی دختر بگیره؟ گفتن حسین قلی حسین قلی به خودش گفت خب اون قبایی که خانومم به من داده گفته شب عروسی بپوش حالا میام میپوشم اون تن پوش رو تنش کرد آینه رو دستش گرفت رفت جلوی عروس شاه هم توی اون عروسی دعوت داشت دوربین و کشیده بود تماشا میکرد شاه وقتی که حسین قلی رو دید آینه دستشه جلوی عروس میاد از حسین قلی خوشش اومد گفت من امشب این رو باید داماد کنم یا همین دختر خودم رو بهش میدم یا همین دختری رو که آینه جلوش گرفته میدم فوری امر کرد که عروس رو ببرن توی اندرون شاه گفت قاضی رو بیارید رو کرد به پسر وزیر رو گفت هرچی که شیربها و مهر که برای این دختر قرار گذاشتی بر جا باشه من دختر خودم رو بهت میدم و تو این رو طلاق بده عقد کن برای حسین قلی من دختر خودم و عقد میکنم برای تو تاجر اومد جلو گفت قربان این پسر است این چه کاری شما میخواید بکنید؟ شاه گفت این از امشب پسر منه و تو دختر تو به پسر وزیر داده بودی حالا به پسر شاه میدی وزیر گفت امر امر قبله عالمه قاضی طلاق دختر رو داد عقدش کرد برای حسین قلی دختر شاه رو هم عقد کرد برای پسر وزیر و جهازی که برده بودن برای پسر وزیر برگردوندند دختر رو با حسین قلی تو همون دربار سلطنتی دست به دست دادند از فردا صبح حسین قلی شد دائم الحضور شاه بعد تاجر رو خواست گفت اگر میل داری که دخترت در خونه خودت باشه بردار ببرشون روزها حسین قلی پیش منه شبها میاد پیش زنش یکی از اون درجه های صاحب منصبی بهش داد و حقوقی براش تعیین کرد که از صبح تا غروب خدمت شاه باشه تاجر گفت چه ضرر داره اگر اجازه بدید بیاد منزل خودم حسین قلی با زنش رفت خونه پدرزن دو سال طول کشید. زن حسین قلی یه بچه براش آورد. تاجر رفت پهلوی شاه عرض کرد قبله عالم به سلامت باشه. اجالتا حسین قلی دارای یک بچه شده و منم پسر ندارم. اگر اجازه بفرمایید حسین قلی روزها بیاد در حجره که آداب بازار رو یاد بگیره. که بعد از من اقلا جانشین من باشه شاه گفت بسیار خوب محبتی که خدا از این پسر به من داده ممکن نیست یه روز نبینمش روزها صبح اول بیاد پیش من تا نزدیک ظهر از نزدیک ظهر بیاد بازار دیگه کاریش ندارم من اگه پسر نداشتم میگفتم جانشین من بعد از من باشه اما حالا چون پسر دارم اگر بخوامم همچین کاری نمیتونم بکنم. حسین قولی شب اومد خونه. خوابیده بود مادرشو خواب دید که خیلی به حال فلاکته. صبح با خودش گفت من بد کاری کردم. چند سالی اینجا با خوبی و خوشی زندگی میکنم و از مادر بیچاره هیچ خبر ندارم. فوری برای مادر یک کاغذ بسیار صمیمی نوشت. یه دست لباس با یه نوکر فرستاد عقب مادرش. مادر رو برداشتن آوردند. مادر وقتی که اومد بنا کرد گریه کردن. گفت ای فرزند تو بی خبر گذاشتی رفتی. نگفتی که این مادر پیر من چه میکنه؟ گاو رو چه کردی؟ تو که من رو بی قوت و آزوغه گذاشتی؟ پسر قصه خودش رو بیان کرد گفت چون گاو رو مشتلق دادم دیگه جرأت خونه اومدن نکردم حالا به تعبیر خواب اون مرد به اون مقامی که گفت رسیدم اگه پدر یه روز پسرش نبینه اهمیتی نداره اما اگر شاه یه روز منو نبینه ممکن نیست حالا من فرستادم عقبت بیای بشینی و خانمی کنی مدتی گذشت و تاجر مرحوم شد حسین قلی به جای ملک و تجار نشست پشت صندوق تجارت رفتیم بالا آرد بود اومدیم پایین خمیر بود سرگذشت ما همین بود داستان مرد بخشنده سالها پیش در آن روز و روزگاری که هنوز دو چشم پدران پدران شما به این دنیا باز نشده بود در شهری و ولایتی دور مردی تنگ دست و فقیر شد مرد فقیر مدتی را هر جور که بود گذران دو با نداری ساخت اما یک روز چشم باز کرد دیده ای دل غافل کفگیر به ته دیک خورده و دیگر آه در بسات ندارد زن و فرزندان مرد فقیر یکی دو روزی را با گرسنگی و غذا نخوردن سر کردند اما آنها هم بالاخره کاسه صبرشان لبریز شد از مرد فقیر خواستند که فکری بکند چارهای برای نداریشان پیدا کند زن رو به همسرش کرد و گفت مرد دیگر باید فکری کنی چون اگر وضع همینطوری پیش برود بچه ها از گرسنگی میمیرند مرد فقیر آه سوزناکی از دل کشید گفت باشد زن تا الان هم کوتاهی نکردم ولی چه کنم که کار دیگری از دستم ساخته نیست مرد که با شنیدن این حرف همسرش خیلی نگران شده بود داخل خانه شروع به گشتن کرد سرانجام تناب بلندی را پیدا کرد بعد به زنش گفت همین الان این تناب را میبرم و میفروشم غذای مختصری فراهم میکنم تا بچه ها بخورند زن گفت فردا چه؟ مرد فقیر آهی کشید گفت حالا تا فردا خدا بزرگ است بعد تناب به دست با امیدهای زیاد از خانه بیرون رفت مدتی در کوچه و برزن پرسه زد تا عاقبت برای تناب مشتری پیدا کرد مشتری تناب را گرفت نگاه کرد و گفت من این تناب را یک درهم از تو میخرم مرد فقیر گفت بیش از این میارزد خودم چند سال پیش گرانتر از یک درهم خریدم مشتری که احساس کرده بود مرد فقیر از روی نیاز قصد فروش تناب را دارد گفت همین قیمت که گفتم میخواهی بفروش میخواهی برو دنبال یک مشتری دیگر مرد فقیر از روی ناچاری قبول کرد تناب را به قیمت یک در هم فروخت بعد هم خوشحال و راضی پول را گرفت و راه افتاد به طرف خانه و کاشانه تا غذایی تهیه کند بین راه سر کوچه ای دو نفر را دید که با یکدیگر گلاویز شدند مرد فقیر جدا رفت تا ببیند اوضاع از چه قرار است دید مرد جوانی یقه پیرمردی را چنگ زده میخواهد او را با خودش ببرد پیرمرد سعی می کند خودش را از دست او خلاص کند مرد تنگ دست جدا رفت و پرسید چه خبر شده چرا با این پیرمرد که جای پدر توست اینطور رفتار میکنیم؟ پیرمرد که معلوم بود از این رفتار جوان درمانده شده گفت به خاطر یک درهم فقط به خاطر یک درهم میخواهد پای مرا به محکمه قاضی شهر بکشد بعد همراهی حبس و زندانم کند حالا تو بگو آیا خدا را خوش میآید پای من که سال هاست در این شهر با آب رو زندگی میکنم برای این پول ناچیز به زندان برسد؟ جوان که برخلاف پیرمرد اصلا خوشش نمی آمد زیاد حرف بزند گفت من این حرفا سرم نمی شود فقط بدان که به یک درهم بیش از هر چیز دیگری نیازمندم مرد فقی که تا آن وقت فکر می کرد هیچ کس نیازمند تر و گرفتار از خودش نیست با دیدن این وضع با خودش گفت حالا اگر این پیرمرد به زندان بیفتد چه کسی خرج زن و بچه هایش را میدهد بعد از این فکر یک درهمی همیرا که از فروش تناب به دست آورده بود از پر در آورد به جوان داد و گفت بیا جوان این هم یک درهم، هم این پیر مرد را رها کن تا پی کار و زندگیش برود جوان که باور نمی کرد یک دفعه یک نفر از راه برسد و این طور بزد و بخشش کند سکه را از دست مرد فقیر گرفت پیر مرد را رها کرد و رفت پیر مرد که حالا بعد از رفتن آن جوان به خودش آمده رو به مرد تنگ دست کرد بعد از دعا به جان او گفت امیدوارم خدا به تو صد چندان عوض بدهد امیدوارم روزی برسد که من هم مثل تو بتوانم به نیازمندان کمک کنم بعد خسته و کوفته راهش را گرفت و رفت آن دو نفر که رفتند تازه مرد فقیر فهمید که باید دست خالی به خانهش برگردد بله او در حالی که از کاری که کرده بود دلش پر از شادی و شور بود و در عین حال نگران زن و فرزندش بود به طرف خانه به راه افتاد زنش تا او را سر به زیر و ساکت دید فهمید که کاری از پیش نبرده نتوانست سقوط و غذایی برای آنها فراهم کند این بود که پرسید چه شده؟ چرا دست خالی برگشتی؟ چه بر سران تناب آوردی؟ مرد فقیران چه برایش اتفاق افتاده بود برای زن تعریف کرد زن مرد تنگ دست گفت صد البته کار خوبی کردی که آن پیر مرد را از حبس و زندان نجات دادی ولی آخر مرد چراقی که به خانه رواست به مسجد حرام است حالا جواب بچه هایت را چه میخواهی بدهی؟ حالا چه کسی میآید شکم گرسنه بچه های خودت را سیر کند؟ مرد فقیر گفت درست است همه یه حرفهایت قبول ولی آن پیر مرد از من گرفتارتر بود حالا هم گذشته ها گذشته دیگر با این آه و ناله تو آن یک در هم پیش من بر نمی گردد بگذار فکر کنم ببینم چه باید کرد شاید راه دیگری پیش پایم پیدا شد مرد تنگدست است که حرفهای همسرش را حق میدانست به فکر فرو رفت بعد از جا بلند شد دوباره مشغول وارسی کردن اسباب و اساسیهی خانه شد. این طرف بگرد، آن طرف بگرد. خلاصه داخل اتاقها چیزی که بتواند آن را گرو بگذارد یا بفروشد پیدا نکرد. ولی درست در لحظه ای که دیگر داشت ناامید می شد، نگاهش به گلیم کهنه ای افتاد. گلیم زیر پای بچه هایش پهن شده بود. گلیم کهنه را نشان داد گفت زن این همان چیزی است که من دنبالش می گشتم. بگذار بروم این گلیم را بفروشم زن گفت بچه ها گرسنه که هستند حالا روی خاک و خاکستر هم بنشیند دیگر چرا میخواهی این گلیم کهنه و پاره را ازشان دریغ کنی؟ مرد گفت خودت هم میگوی آنها گرسنند الان چیزی که واجب است این است که شکم گرسنه ایشان سیر بشود گلیم که باشد یا نباشد خیلی فرق نمی کند. زن که دید شوهرش راه دیگری ندارد با اشک و آه فرزندانش را رو از روی گلیم کهنه بلند کرد بعد به شوهرش گفت باشد حالا که اینقدر اصرار داری این گلیم را هم از کف و اتاق جمع کن و ببر بفروش فقط حواست باشد آن را به قیمت خیلی ارزان نفروشی آن را به بهایی بفروش که بشود با پولش چند روزی شکم بچه ها را سیر کرد مرد که دیگر حرفی برای گفتن نداشت سریع تکان داد گلیم را جمع کرد آن را بر دوش گرفت و از خانه بیرون رفت رفت و رفت و رفت تا بالاخره به میدان شهر رسید یعنی جایی که دست فروش ها و دور گردها جنس هایشان را برای فروش عرضه می کردند. وقتی خودش را میان مشتری های جور و واجور دید شروع به بازار گرمی و صدا زدن کسانی که به دنبال گلیم آمده بودند کرد چند نفر ی آمدند و گلیم کهنه را دیدند ولی هر یک چیزی گفتند ای با ایرادی بر آن تراشیدند و رفتند تا اینکه بالاخره یک نفر آن گلیم را پسندید قیمتش را از مرد فقیر پرسید مرد تنگ دست خوشحال گفت ده درهم خریدار که اصلا دلش نمیخواست چون این پولی برای آن گلیم کهنه بپردازد با شنیدن کلمی ده درهم راهش را گرفت و رفت اما مرد فقیر دست او را گرفت گفت حالا قهر نکن من به خاطر احتیاجی که دارم حاضرم این گلیم را ارزانتر هم بفروشم چه درد سرتان بدهم مرد تنگ دست بالاخره گلیم را به سه درهم فروخت پول را گرفت و راه افتاد طرف خانه میان راه با خودش فکر میکرد چه چیز برای بچه هایش بخرد که آنها هم سیر بشوند هم خوشحال یک دفعه با ناله و گریه پیرزنی در جا خوشگشتد پیرزن دست پسر جوانش را گرفته بود از او میخواست که با هم پیش حکیم بروند جوان هم در حالی که سعی میکرد راه خودش را برود میگفت دست از سرم بردار مادر من از کجا پول بیاورم تو را پیش حکیم ببرم مرد تنگ دست که از این برخورد جوان و مادر پیرش از این رو با آن رو شده بود جلو رفت و ماجرا را پرسید پیرزن گفت سالها عمرم را صرف این پسر کردم حالا که ناخوش شدم حاضر نیست مرا پیش حکیم ببرد جوان گفت من هم قبول دارم مادرم زحمت کشیده من را بزرگ کرده ولی من هم خودم گرفتارم من از کجا بیاورم سه چهار درهم این پیرزن را پیش حکیم ببرم مرد تنگ دست که دیگر خیلی از این اوضاع ناراحت شده بود زود سدر همی که از فروش گلیم کهنه به دست آورده بود از پرشالش بیرون آورد و به جوان داد جوان که این بزل و بخشش مرد تنگ دست را باور نمی کرد خواست به پایش بیفتد مرد مانع این کار شد چیزی هم نگذشت که آن دو نفر رفتند مرد تنگ دست را با خیالها و فکرهای جور و واجورش تنها گذاشتند بالاخره مرد فقیر بعد از مدتی که همینطور مات و ماپوز اطرافش را نگاه میکرد به خودش آمد و به طرف خانه براه افتاد در حالی که از شدت ناراحتی به خاطر گرسنگی اهل و ایالش پای رفتن نداشت با همان حال رفت و به خانه رسید و در زد خیلی زود همسرش آمد و در را باز کرد زن که با دیدن او خوشحال شده بود یک دفعه لبخند از لبهایش پرید خیلی زود نگرانی به سراغش آمد در این حال پرسید خوب مرد چه کردی؟ مثل اینکه باز هم دست خالی برگشتی؟ مرد همه ماجرا را برای همسرش تعریف کرد زن با شنیدن این حکایت گفت باز هم محبت و دوستی تو گل کرد آخر چرا این محبت را از من و فرزندانت دریغ می کنی؟ حالا بگو چه کنیم؟ بچه های تو آنقدر گرسنگی بکشند تا بمیرند؟ مرد تنگ است که دیگر روی نگاه کردن به همسرش را نداشت گفت خب خدای ما هم بزرگ است اگر تو هم آه و ناله آن پیرزن را می دیدی کاری را می کردی که من کردم ولی اطمینان داشته باش این بار اگر چیزی را از خانه ببرم دیگر نمی فروشم آن را گرو می گذارم تا به خاطر دل رحمی خودم آن را از دست ندهم زن گفت مگر دیگر چیزی به درد بخوری هم در خانه هست که تو آن را ببری و گرو بگذاری مرد که در حیات کوچک خانهاش ایستاده بود نگاهی به اطرافش انداخت و گفت آن کوزه چیست آن کوزه ی آب را بده ببرم گرو بگذارم در عوض کوزه ی کوچکتری میخرم و میآورم زن آهی کشید گفت بیا از این کوزه بگذر تو این کوزه را میبری نه تنها کسی آن را از تو به گرو نمیگیرد بلکه آن را به یک نفر میبخشی یا اینکه زمین میزنی و میشکنی مرد رفت و کوزه را برداشت گفت خب دیگر روی مرا زمین نینداز تو که میبینی برای تهیه کردن قوت و غذا اینطور دارم خودم را به آب آتش میزنم دیگر سنگ جلوی پای من ننداز بعد از این حرف کوزه را برداشت و با همسرش خداحافظی کرد راه افتاد تا جایی کوزه را گرو بگذارد او کوزه به دست رفت از یک عتاری تقاضای پول قرضی کرد عطار گفت باشد من حاضرم به تو پول قرض بدهم ولی تو را که نمی شناسم. چیزی داری پیش من گرو بگذاری؟ مرد فقیر کوزه را نشان داد عطار نگاهی به کوزه انداخت گفت آخه یک کوزه کهنه و رنگ رو رفته که به درد گرو گذاشتن نمیخورد برو چیزی بیاور که ارزش گرو گذاشتن داشته باشد مرد تنگ دست از آنجا پیش برزازی رفت همان حرف ها تکرار شد سراغ همامدار رفت از پیش همامدار پیش بقال همه جواب سر بالا به او دادند مرد فقیر دیگر حسابی درمانده شده بود در حالی که آن روز هم داشت با آخر می رسید و هوا تاریک می کاری که به اینجا کشید با خودش گفت از اول هم اشتباه کردم که خواستم کوزه را گرو بگذارم معلوم بود که کسی این کوزه را به عنوان گرو قبول نمی کند. باید تا هوا تاریک نشده و دستم از همه جا کوتاه نشده هرچه زودتر این کوزه را به یک نفر بفروشم مرد فقیر بعد از این تصمیم در کوچه پس کوچه های شهر به راه افتاد مشغول صدا زدن و جلب مشتری برای فروش کوزه شد کوزه کهنه که آخرین امید او برای سیری کردن زن و فرزندان گرسنش بود چند نفری از او قیمت پرسیدند مرد هم قیمت کوزه را گفت ولی هر کس کوزه را از دست او میگرفت و نگاه میکرد از خریدن آن پشیمان میشد چیزی هم نگذشت که هوا تاریک شد مرد تنگ دست در مانده و گرفتار در کوچه پس کوچه های شهر تنها شد او در پناه نور کمی که از پنجره اتاقی به بیرون میریخت در گوشه ای از کوچه نشست به بخت و زندگی خودش فکر کرد فکر کرد حالا با این حال و روز چطور به خانه برگردد جواب زن و بچه هایش را چه بدهد او در حال خودش بود که صدای ماهی فروش دور گردی را شنید ماهی فروش هم که انگار مثل او گرفتار و ندار بود آمد از روی خستگی و کوفتگی همان جایی نشست که مرد تنگ دست نشسته بود خیلی زود رفیق آشنا شدند سفره دلشان را پیش هم باز کردند از هر دری گفتند و شنیدند تا بالاخره حرف به کار و کاسبی کشید مرد ماهی فروش گفت حال و روز هر دوی ما یکیست پس بیا کاری کنیم که تو از این کوزه خلاص بشوی من از این ماهی که روی دستم مانده من کوزه را میگیرم تو هم ماهی را بگیر برو امشب زن و فرزندانت را سیر کن تا فردا هم که خدا بزرگ است مرد فقیر فکری کرد و گفت مثل اینکه چاره ای هم جز ندارم بالاخره من ماهی به دست به خانه بروم بهتر از این است که دست خالی برگردم بعد از این قول و قرار مرد تنگ دست صاحب ماهی کوچکی شد در عوض کوزه بان با بزرگی را از دست داد خیلی زود ماهی فروش هم کوزه را دست گرفت و از آنجا دور شد و ماهی کوچک در دست های مرد تنگ دست باقی ماند مرد که حالا فهمیده بود چه بر سرش آمده آهی کشید و به طرف خانهش به راه افتاد وقتی به خانهش رسید با نگرانی و دودلی در زد زودتر از همیشه در حیات باز شد مثل اینکه همسرش برای رسیدن او لحظه شماری میکرد مرد داخل خانه شد جلوی چشم زن و فرزندانش ماهی را وسط اتاق گذاشت ماهی با اینکه کوچک بود ولی بچه های را خیلی خوشحال کرد. زن گفت با اینکه ماهی کوچکی است ولی خب به عنوان گروی کوزه میارزد مرد لحظه ای مکس کرد بعد گفت کوزه را گرو نگذاشتم. آن را دادم و این ماهی را گرفتم. زن که با دیدن ماهی خوشحال شده بود یک دفعه رنگ چهرش عوض شد. گفت تو آن کوزه را دادی این ماهی را گرفتی؟ آخر مگر ما توی این خانه چیز به درد بخور دیگری جز آن کوزه داشتیم غیر از این مگر وقتی از خانه بیرون میرفتی نگفتی که این کوزه را دیگر نمیفروشی و یک کوزه ی کوچک هم میخری مرد تنگدست گفت تو درست گویی من باید کاری را میکردم که تو گفتی ولی چه کنم دست و بالم بسته بود هیچ کس کوزه را به عنوان گرو قبول نکرد آخر چیزی را قبول می کنند که گران قیمت باشد کوزه کهنه که چیزی نمی ارزد خیلی خوب حالا به جای این حرف ها بلند شو این ماهی را پاک کن و کبابش کن تا بچه ها بخورند برای فردا هم خدا بزرگ است چه کار می شود کرد؟ فعلا توی خانی ما تنها چیزی که هست همین ماهی است زود باش یک وقتی دی همین ماهی هم از دستمان رفت رفتا چه میدارم یک دفعه دیدی گربه از روی دیوار پرید و این غذای کم را هم قاپید و برد زن مرد تنگ دست که به خاطر از دست دادن کوزه خیلی ناراحت بود با بیمیلی از جا بلند شد سینی و چاقو یابد و مشغول تمیز کردن ماهی شد او همانطور که ماهی را تمیز کرد یکی دفعه با تعجب گفت این چیز در شکم ماهی برق میزند مرد جدا رفت نگاهی به شکم ماهی انداخت از خوشحالی فریاد زد مروارید این مروارید از زن با این فریاد مرد تنگ دست خانه ساکت و غم گرفته پر از شادی و شور شد این که آن شب اهل و ایال آن مرد فقیر چقدر خوشحال بودند بماند فقط فردای آن روز وقتی مرد تنگ دست مرواری که از داخل شکم ماهی بیرون آورده بود به دکان گوهر فروشی برد تا آن مبلغ زیادی پول گرفت این بار دیگر واقعا با دست پر به خانه برگشت چند روزی که گذشت و آبها از آسیاب افتاد و حال و روز آنها از پریشانی رو به قرار و آرامش گذاشت یک روز عصر در خانه به صدا درآمد مرد رفت و در را باز کرد جلوی در حیات پیرمردی را دید که خودش را در لباسی پیچیده و با آرامش خاطر به انتظار ایستاده بود مرد که حالا دیگر فقیر نبود با دیدن پیرمرد که جلوی در خانهاش ایستاده بود خوشحال شد با خوشرویی از او دعوت کرد که به داخل بیاید پیرمرد در برابر تعارف های صاحب خانه گفت نه وقت میهمان شدن ندارم درمانده با و گرفتارم اگر قصد محبت به من داری کمکی کن تا به توانم خودم را از پریشان حالی نجات بدهم مرد با شنیدن این حرف ها به فکر فرو رفت با خودش گفت باید هرچه می توانم به این پیرمرد کمک کنم آخر تا چند وقت پیش خودم هم مثل او درمانده و گرفتار بودم بعد از این فکر به خانه رفت با کیسه ای زر پیش پیرمرد غریب برگشت پیرمرد با دیدن کیسه زر رنگ چهرش عوض شد لبخندی به صورتش دوید و خیلی آرام گفت پس درست بوده که تو آدم بخشنده ای هستی. مدت ها پیش از زبان چند نفر وصف حال تو را شنیدم. باور نمی کردم که اینقدر اهل گذشت باشی. راستش را بخواهی من احتیاجی به این پول ندارم. فقط آمدم مطمئن شوم آنچه درباره تو شنیدم درست بوده یا نه. بعد آهی کشید و گفت سالها در گوشه ای نشستم و فقط عبادت کردم. ولی نتوانستم به جایی برسم که تو امروز رسیده ای. پیره مرد این را گفت. مرد را با خودش تنها گذاشت و رفت. داستان هدهد و زاق سالها پیش در باغ سرسبز خوش آب و هوایی که دیگر هیچ نام و نشانی از آن نیست دو پرنده روی درخت های کوهنسال زندگی می کردند. یکی هدهد و یکی دیگر زاق. هدهد پرندی پرنده زبر و زرنگ و سرحال و قبراقی بود. او هر وقت که می توانست و لازم بود از روی شاخ و برگ درختان کوهنسال باغ پر می گرفت. دل می سپرد به صحرا و کوه ساران و دشت های سرسبز اطراف باغ. هد هد دیدنی های دور دست را می دید شنیدنی ها را میشنید، شنید سرد و گرم روزگار را می چشید از این همه گشت و گذار صد البته که خورسند و راضی بود اما زاغ بر خلاف هد پرنده تنبل و تن پروری بود هیچ وقت از آن باغ و درختانش دور نمیشد. تنها وقتی گرسنگی بیتابش میکرد و دیگر چیزی گیرش نمی آمد که بخورد روی دیوار باغ و اطراف دیوار کمی پرواز میکرد و دوباره زود به لانهش برمیگشت. وقتی هدهد به زاغ میگفت آخر تا که میخواهی در این باغ بمانی؟ مگر دنیا همش همین باغ است؟ بلند شو همت کن در کوه ساران و دشت و صحرای اطراف پر بزن رنگ روی این دنیا را ببین جواب میداد ای بابا چقدر حوصله داری هدهد هد. دلت خوش است کجا بهتر از اینجا؟ کجا سرسبزتر و با صفاتر از این باغ؟ آب که هست، غذا که هست، آشیانه و آفتاب که هست؟ دیگر برای چه خودم را به زحمت بیاندازم و بی خود و بی جهت مثل بی سر و سامان ها راه بیفتم توی کوه و دشت و صحرا از این گذشته چند روز زندگی در این دنیا مگر ارزش این حرف ها را دارد که خودم را به زحمت بیاندازم و از این باغ سرسبز آشیانی گرم و نرم دل بکنم خود خود که دانا و بینا بود از این حرف های زاق نه تنها دل سرد نمی شد بلکه روز به روز به راهی که در زندگی داشت مطمئنتر و علاقه منتر می شد. دوست داشت علاوه بر رونق دادن با یا در آن باغ و دشت و کوه و صحرا به سیر و سفر هم بپردازد اگر هم با زاغ تنبل و تنپروری دهن به دهن میگذاشت فقط و فقط از روی دل سوزی بود به قول خودش دوست نداشت بی خبر به این دنیا بیاید و بی خبر هم برود با همه این اوضاع و احوال او از زاغ دل و ناامید نشده بود هر بار که از سیر و سیاحت برمیگشت آنچه دیده و شنیده بود از سیر تا پیاز برای زاغ تعریف میکرد بلکه او را به شوق و ذوق بیاورد اما به قول معروف کجا بود گوش شنوا؟ یکی از روزها که هدهد مثل همیشه از آشیانش پر گرفت زد به کوه و دشت و صحرا حادثی جالبی اتفاق افتاد که زاغ را از این رو به آن رو کرد هدهد که برای گشت و گذار و آشنا شدن با وضع روزگار به جنگلی رفته بود ناگهان از میان سر و صدای خزندگان و چرندگان و پرندگان صدای جیغ دو جوجه توتی را شنید جلو رفت دید دو جوجه توتی از لانه پایین افتادند از ترس خزندهی که قصد جان آنها را کرده با سر و صدایشان جنگل را روی سرشان گذاشتند خود از لای شاخ و برگ درخت ها نگاهی به آسمان انداخت هوا داشت تاریک می شد. دیگر او می بایست به باغ برمیگشت. اما دلش نیامد. آن جوجه توتیها را به حال خودشان رها کند و برود. این بود که یکی یکی آنها را به چنگال گرفت. با هر مکافاتی که بود برد در آشیانه که روی درخت بلندی بود گذاشت. هده هد هنوز از این کار آسوده نشده بود که مادر توتیها سر رسید. او که وضع آشیانه و جوجه هایش را در هم آشفته دید موضوع را پرسید. بچه ها گفت هم قصد پرواز داشتند اما کاری از پیش نبرده و زمین گیر شدند یک مار هم قصد جان آنها را کرده بود توتی که از نجات پیدا کردن جوجه هایش خیلی خوشحال شده بود رو به هدهد کرد و گفت خب هدهد مهربان حالا در مقابل این لطفی که کرده ای و جان بچه های مرا نجات داده ای از من چیزی بخواه هدهد گفت من کاری نکردم که قابل این حرفها باشد شاید یک روز هم زد و گرفتاری برای من پیش آمد تو به داد من رسیدی توتی گفت از این نظر که خیالت راحت باشد اگر روزی به کمک من نیاز داشتی و سراغ من آمدی حتما از خجالت تو در می آیم. اما حالا از من چیزی بخواه هرچند که ممکن است تو چیزی را بخواهی که برآورده کردنش از عهده من بر نیاید ولی بدان آگاه باش که تا بتوانم کوتاهی نمی کنم. خود فکری کرد گفت خب توتی حالا که اصرار داری می گویم. اگر در این چند روز عمر چیزی و جایی را دیدی که خوب است من هم بروم آن را ببینم برایم بگو کجاست و چه هست؟ توتی با دست به نقطه دوری اشاره کرد. پرسید پشت آن کوه را دیده ای؟ آن گلزاری که هزار جور گل رنگ, رنگ دارد؟ هدهد گفت نه توتی گفت فردا صبح مثل امروز من برای گشت و گذار سری به آنجا میزنم تو هم زود بیا تا با هم برویم هدهد که از خوشحالی سر از پا نمی شناخت این پیشنهاد توتی را قبول کرد بعد هم خورسند و راضی به طرف باغ و آشیانهش پرواز کرد بله عزیزان خدا به شما بدهد چون این گلزاری را در باغ بهشت فردای آن روز هدهد و توتی دل به سفر سپردند رفتند سراغ گلزاری که توتی وعدش را داده بود هدهد وقتی به گلزار رسید دید به به عجب جایی چه گلزار تماشایی و با صفایی گلهای رنگارنگ رنگ و واقعا هزار رنگ برکا چشم نباز گلها با رنگ جور و واجورشان سر شانه همدیگر گذاشته بودند و با نسیم ملایمی که میوزید به این سو و آن میرفتند از اینها گذشته از آن گلزار آن چنان بوی میآمد که هوش از سر هر جانداری میپرند خلاصه از آن گلزار هرچه بگویم کم است چه درد سرتان بدهم توتی وقتی هدهد را با آنجا برد پرسید خب هدهد مهربان دیدنی هست یا نه؟ حد حد که از دیدن آن همه لطف و زیبایی سر از پا نمی شناخت گفت معلوم است که دیدنی است. من که چون این جایی را در خواب هم نمی دیدم. اصلا فکرش را هم نمی کردم چون این گلزاری هم وجود داشته باشد. خلاصه خود مدتی در آن گلزار گردش کرد. بعد به باغ برگشت. قبل از هر کاری رفت آن همسایه تنبل و تنپرورش زا. زهق در آشیانش افتاده بود و مثل همیشه داشت چرت میزد هد را که دید گفت باز هم آمدی برای من از آن حرفها بزنی خیالت راحت باشد من کسی نیستم که از اینجا تکان بخورم چون میدانم اصلا به زحمتش نمی هد گفت تو بگذارم برایت تعریف کنم که چه شد و کجا رفتم آن وقت اگر نیامدی هم نیامدی از کیسه خودت رفته خودت ضرر کرده ای. بعد همه را برای زاغ تعریف کرد زاغ با شنیدن حرفهای هدهد قیافه حق به جانبی گرفت گفت کدام گلزار همسایه مگر می شود جایی هم وجود داشته باشد و تا حالا خبرش به گوش من نرسیده باشد اینها همه افسانه و خیال بافی است غیر ممکن است چون این گلزاری با این وصفی که تو کردی روی این زمین پیدا بشود هدهد ناراحت شد گفت عجب است از آشیانش تکان نمیخورد آن وقت میگوید چون این جایی اصلا نیست اینکه کاری ندارد تو یکم همت به خرج بده همین فردا می رویم با همین گلزار را می بینیم. بله دوستان هد, هد آنقدر رسار کرد که به قول معروف دیگر نزدیک بود زبانش مو در بیاورد آقابت زاغ پذیرفت که فردا با او هم سفر بشود فردای آن روز سفر زاغ تماشای و دیدنی بود او مدت کوتاهی پرواز میکرد خسته میشد و آب و غذایی میخورد دوباره راه میافتاد در حالی که رفته رفته از دیدن آن همه چیزهای اطرافش ذوق زده میشد بالاخره با هر درد سر و مکافاتی که بود زاغ بان آن گلزار رسید او که تا آن وقت از آشیانش خیلی دور نشده بود تا گلزار را دید و بوی عطر گلها به مشامش خورد بیهوش شد هدهد او را به هوش آورد گفت خوب حالا این گلزار افسانه است چه میگویی جناب زاغ؟ زاغ که رفتار و کردارش نشان میداد شگفت زده شده است گفت ایداد بی بیداد یعنی بیرون از باقی که من آشیانه دارم چون این جاهایی هم وجود داشته هد هد کاش زودتر به حرفهای تو گوش داده بودم حالا میفهمم که چقدر ضرر کردم زاغ این را گفت در آن گلزار مشغول سیر و سفر شد بالاخره هواداش کم کم رو به تاریکی میرفت. زاق و هدهد راه باغ را پیش گرفتند. در حالی که زاق آنچه با چشم سر دیده بود، فکر میکرد با چشم دل دیده و هنوز باور نمیکرد پا در چنین گلزاری گذاشته است. فردای آن روز که هدهد سر از خواب برداشت، رفت سراغ زاق. دید عجب زاق زودتر از او بلند شده از باغ بیرون رفته. وقتی تا شب انتظار کشید زاغ را دید که خسته و مانده و کوفته به لانش برگشت پرسید تا الان کجا بودی چه می کردی؟ این چه حال و روزی است که برای خودت درست کرده ای زاغ که خسته اما خوشحال بود گفت رفته بودم با آن گلزار چقدر تماشایی است من اگر هر روز هم با آنجا بروم سیر و خسته نمی شوم واقعا دیدن دارد هدهد هد گفت خب برو گردش هم بکن اما وقتش که شد با آشیانت برگرد هر کاری اندازه ای دارد هد شروع به نصیحت کرد اما زاغ آنقدر خسته بود که زود چرتش گرفت و خوابش برد هد که این وضع را دید کم کم برای زاغ دل واپس و نگران شد چند روزی بود که زاغ دیگر در آشیانه و باغ بند نمیشد. او صبح زود از باغ بیرون میرفت دیر وقت با آشیانش برمیگشت یکی از همین روزها زاغ پیش او آمد و گفت همسایه چه خبر؟ چه شده؟ انگار دیگر این باغ برایت خیلی تنگ شده جای تو نیست برای چه اینقدر به تکاپو افتاده ای؟ زاغ که در این چند روزه ساکت بود و چیزی به هدهد هد نگفته بود شروع به صحبت کرد ای همسایه کجایی؟ فکر کرده ای دنیا فقط همین باغ و اطراف آن است؟ این دنیا دیدنی بسیار دارد شنیدنی فراوان اما کمی همت می خواهد. اگر فکر سختی راه نباشی و دل به کوه و صحرا بسپاری خواهی دید چیزهایی هست که تو هنوز نریده ای حتی اسمشان را هم نشنیده ای اینقدر دلت به باغان گلزار خوش نباشد این دنیای بی سر و با موجودات جور و واجور فقط این دو جا نیست باید باز هم رفت و دید و شنید زاغ که حالا هیجان زده شده بود دیگر معطل نکرد دوباره پر گرفت و رفت هد را با حیرتش تنها گذاشت هد که این وضع به شک افتاد که آیا کار خوبی کرده که آن گلزار را به زاغ نشان داده یا نه آخر دیگر زاغ به یک جا و دو جا قانه نبود هر جا که میشد و میتوانست میرفت شب هم خسته و مانده و کوفته به آشیانهاش برمیگشت دیگر وضع آشیانش رو به راه نبود چند گوشه آن خراب شده بود یا باد زده بود و قسمت هایی از آن را ریخته بود اما زاغ اصلا به آنجا نمی رسید انگار نه انگار که آنجا خانه و آشیانه اوست که این وضع را می دید روز به روز بیشتر نگران می شد. اما چیزی نمی توانست بگوید عاقبت یک روز از کوره در رفت به سراغ زاغ رفت بعد از احوال پرسی و چاق سلامتی گفت خب همسایه چه خبر؟ مثل اینکه دیگر سرت خیلی شلوغ شده صبح زود می روی دیر وقت بر می گردی. پیش من هم که نمی آیی زاخ که معلوم بود باز هم هوای رفتن در سردارت گفت راستش همسایه دیگر یواش شواش دلم دارد از این باغ و این آشیانه می گیرد. در این دنیای بزرگ که این همه جای خوب و با صفا هست من چرا باید در باقی که این گوشه پرت افتاده زندگی کنم؟ باید هر طور شده سر و سامانی به زندگی خودم بدهم. خود تعجب کرد گفت یعنی چه؟ کجا بهتر از اینجا؟ تو هر جا که دلت میخواهد برو ولی به اندازه؟ این آشیانی تو هم بهترین جایی هست که میشود در آن زندگی کرد. نه تو کاری به کار کسی داری، نه کسی به کار تو کار دارد. دیگر چرا میخواهی برای خودت درد سر درست کنی؟ زاغ پرخاش کرد گفت هد هد تو هم از قافله خیلی عقبی ها اصلا انگار خبر نداری در این دنیا چه چیزهایی هست من میگویم دیگر دوست ندارم اینجا زندگی کنم دیگر اینجا برایم تنگ است از بس فقط به این باغ و درخت ها و دیوارهایش نگاه کردم خسته شدم دوست دارم جایی بهتر از اینجا زندگی کنم آشیانه بهتر از اینجا داشته باشم آن وقت تو میگویی در این باغ و آشیانه زندگی راحت دارم خود گفت به حق چیزهای ندیده و نشنیده اینها حرفهایی بود که خود من به تو میزدم حالا داری با حرفهای خود من من را ساکت میکنی نه به شوری شور نه به این بینمکی دیگر تو داری از آن طرف بام میافتی اصلا تو بگو کجا می روی که اینقدر دیر وقت خسته و کوفته و با حال خراب بر می از شنیدن این حرف خود خود ناراحت شد گفت پس دیگر برای بیرون رفتن از آشیانه هم باید از تو اجازه بگیرم حالا که این طور شد بدان آگاه باش من دوستان جدیدی پیدا کردم لنگی ایشان در این دنیا پیدا نمی شود به زودی صاحب آشیانه ای می شوم که دست فلک هم به آن نمی رسد. من از داخل آشیانه هم که بر بالای کوه بلندی ساخته می شود پر زدن همه پرنده ها و راه رفتن همه چرنده ها و خزنده ها را می بینم. من به فکر ترقی و پیشرفت هستم. باید نظر بلند بود جناب خود خود. را می گویید. با این حرفای زاغ چیزی نمانده بود که پس بیافتد با این حال دست از کار نکشید. تصمیم گرفت بنا به وظیفه دوستی یک روز زاغ را دنبال کند تا ببیند او کجاها می رود. چه می کند که شب آنطور خسته و کوفته و با سر و وضع کثیف و شفته بر می گهدد. یکی دو روز بعد همین کار را کرد. وقتی زاغ سر از پا نشناخته از آشیانش پر می گرفت خود سایه به سایه رفت. از کوه و دشت و صحرا گذشت بالاخره زاغ در صحرای گرم و دور افتاده ای بر زمین نشست صحرایی که در اطراف آن کوه های بلند و سر به فلک کشیده ای خود نمایی میکرد زاغ مدتی کنار چاله کوچکی نشست تا از دور سر و کله چند پرندگی بزرگ پیدا شد هد هد خوب نگاه کرد دیدهای داده بیداد دوستان زاغ همانهایی که زاغ از آنها تعریف می کرد کرکس ها هستند هد با خود گفت پس برای همین بود که زاغ همیشه با سراوز کثیف و آشفته با آشیانه بر می گشت. به همین خاطر بود که می گفت می خواهد بلند نظر باشد و بر بالای بلند ترین کوه آشیانه بسازد بله عزیزان هدهد دیگر آنجا نماند با دلی پر از غم و اندوه با شیانش برگشت چیزی هم نگذشت که خبر مرگ زاغ را در صحرایی دور افتاده از پرنده های دیگر شنید بعدها هم قصه گرفتاری آن زاغ قصه پرنده های آن باغ شد عزیزان لذت داستان امیدوارم که از شنیدن این داستان زیبا لذت برده باشید روز و روزگار بر شما خوش